Hi there again, guys. Welcome back to another video from Zabonico. I hope you are doing great. Today we want to watch a movie by Tom Hanks. In the movie, he's trying to speak about his emotions, his feelings, when he's dealing with the worst version of himself. حالتون چطور رفقای من؟ خیلی خوش اومدین به این ویدیوی دیگه از زبانیکا. امروز میخواییم بریم با همدیگه یه تیکه از فیلم تام هنکس رو ببینیم، موقعی که داره سعی میکنه از احساسات خودش صحبت بکنه، زمانی که داره با بدترین ورژن خودش روبرو میشه و سر و کله میزنه. پس حتما یاد نره که ویدیو رو تا آخر نگاه بکنی. یاد نره که اگه ویدیو دوست داشتی حتما ویدیو رو لایک کن، کانال رو به خاطر حمایت از ما حتما سابسکرایب کن، ویدیو برای رفقات بفرست که اگه اونم دوست داشتن به جمع خانوادهمون اضافه بشن. یاد نره که میتونی اگه دوست داشتی توی کلاس‌های خصوصی زبانیکا، چه کلاس‌های خصوصیمون، چه کلاس‌های فری دیسکشنمون و بحث آزاد شرکت بکنی که اونجا با بچه‌ها جمع میشیم، همه به انگلیسی صحبت می‌کنیم و میتونه راه خیلی خوبی باشه که بتونی اعتماد به نفس خودت رو در زبان انگلیسی و صحبت کردنش یه بوست آپ خیلی خوب بدی. پس یاد نره که اگه دوست داشتی شرکت بکنی حتما به این راه ارتباطی که این زیر میاد پیام بده و باهاشون در ارتباط باش. متشکرم ازت. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو و لتس گو. Do you ever feel you become the worst version of yourself? That a Pandora's box of all the secret, hateful parts, your arrogance, your spite, your condescension, someone provokes you, and instead of just smiling and moving on, you zing them. I'm sure you have no idea what I'm talking about. دونه به دونه، جمله به جمله ویدیو رو ببینیم و با هم دیگه کلماشو بررسی بکنیم. Do you ever feel you become the worst version of yourself? توی اولین جمله‌ای که میگه جو، کاراکتری که تام هنکس بازیش میکنه، میگه Do you ever feel you have become the worst version of yourself؟ میگه تا حالا شده این احساس رو داشته باشی که حس کنی که به بدترین ورژن خودت تبدیل شدی؟ دیگه از اون بدتر نمیتونی باشی، تبدیل شده به بدترین ورژن خودت. ببینید تو ادامه چی میگه، منظورش چیه. That a Pandora's box of all the secret hateful parts. تو ادامه میگه that a Pandora's box of all the secret hateful parts. Pandora's box. بعد بریم ببینیم که یعنی چی معنیش و بعد برگردیم جمله رو با هم دیگه ترجمه بکنیم. اگه موافقی بریم معنیش رو ببینیم. Pandora's box، جعبه پاندورا، یعنی چی؟ The meaning is something that creates a lot of new problems that you did not expect. جعبه پاندورا یه مسئله فرهنگی طور هم هست توی زبان انگلیسی. یه جعبه یه که انگار همه بدی‌ها، همه حسای بد، همه پلیدی‌های جهان از اون جعبه وجود اومده. پس به معنای اینه که انگار دلیلی هست اون جعبه پاندورا برای تمام سختی‌ها و بدی‌هایی که ممکنه تو زندگی این نفر به وجود بیاد. مثلا مثالش رو ببینیم. میگه sadly his decision opened up Pandora's box of social problems. میگه متاسفانه و با ناراحتی بسیار، میگه sadly تصمیم او باز کرد جعبه پاندورای تمام مشکلات اجتماعی رو. یه جورایی انگار یه مثالی، یه تمثیلی که دو جملاتمون میتونیم به کار ببریم و دو جملاتشون به کار میبرن برای اینکه بگن انگار سرمنشأ تمام مشکلات از این پاندورا، از این جعبه پاندوراست. توی فیلمم میگه that a Pandora's box of all the secret. اینکه احساس بکنی که به بدترین ورژن خودت تبدیل شدی، توی لاین قبلی گفت، میگه انگار که یه جعبه پاندورای تمام راز و رمز هاست که قرار باز بشه انگار. بعد تو ادامه میگه hateful parts، تمام تیکه تیکه های تنفر انگیز، تمام اون تیکه هایی که hateful و تنفر انگیزن. حالا میگه وقتی به بدترین ورژن خود تبدیل میشی، میخواد بگه تو ادامهش از اون پاندورا، از اون جعبه پاندورا چه چیزهایی بیرون میاد که تو ادامه بهشون اشاره میکنه. بریم ببینیمشون. Your arrogance, your spite. آها، دو تا از اون چیزها و صفتهای منفی که از اون جعبه پاندورا در میاد your arrogance and your spite هستن. بریم معنی جفتشون رو ببینیم. Arrogance به چه معناست؟ The meaning is the quality of being unpleasantly proud and behaving as if you are more important than or know more than other
people. این به این معناست که این خصلت و خصوصیت رو در خود داشته باشی که به صورت آزاردهنده ای هم باشه، که انقدر به خودت ببالی که انگار از دیگران آدم مهمتری هستی یا از اونا بیشتر میدونی. تو فارسی میتونیم بهش بگیم تکبر، arrogance، تکبر یک نفر، غرور کاذب یک نفر. مثلا he has a self confidence that is sometimes seen as arrogance. میگه اون یک اعتماد به نفس خیلی زیادی داره که بعضی وقتا انگار به منظره تکبر ازش برداشت میشه، انگار آدمیه که متکبره. یا تو مثال دوم میگه once he reached a position of power، موقعی که اون به قدرت رسید، he let himself to be taken over by greed and arrogance. او اجازه داد که بهش سلطه پیدا بکنند حرص و طمع و تکبر. یه ترکیب خیلی باحال. نگاه کن، میگه let himself to be taken over، اجازه داد که بعضی چیزا بهش غلبه پیدا بکنن، که اون چیزا چی هن؟ greed، حرص و طمع، and arrogance به معنای تکبر. اوکی؟ ترکیب let himself to be taken over رو دقت داشته باشه، ترکیب خیلی خوبیه برای جمله سازی. بریم سراغ کلمه بعدی که داشتیم تو اون جمله، spite. spite یعنی چی؟ the meaning is to intentionally annoy, upset or hurt someone. به معنی اینی که از قصد، intentionally، از روی قصد و غرض اذیت بکنی، ناراحت بکنی یا ضربه بزنی به کسی. مثلا توی فارسی میتونیم بهش بگیم لج کردن یا کینه کردن از یک نفر، لج و کینه. مثلا to say something out of spite، یه چیزی رو از روی کینه بگی به این نفر، از روی لج بگی به این نفر. این هم خیلی ترکیب جمله سازی باحالیه، بهش دقت کن. to say something out of spite، out of something یه چیزی رو بگی. مثلا میتونی بگی to say something out of kindness، از روی مهربانی یه چیزی رو به این نفر بگی. یا to say something out of spite، از روی لج و بخل و کینه به یک نفر بگی. یا مثلا مثال بعدی، I almost think he died without making a will just to spite his family. میگه من تقریبا باور دارم که اون فوت کرد بدون اینکه یک وصیت نامه‌ای به جا بذاره از خودش، فقط و فقط برای اینکه باعث اذیت بشه یا لج خانواده‌اش رو در بیاره. I almost think he died without making a will. will اینجا به معنای وصیت نامه. اوکی؟ پس arrogance and spite. برگردیم اگه به فیلم، تام هنگس میگه دو تا چیزایی که از اون جعبه پاندورای وحشتناک به وجود میان وقتی که تو بدترین ورژن خودت هستی، your arrogance and your spite، تکبرت و بخل و کینت. بریم ببینیم دیگه چیا از این جعبه اسرارآمیز در میاد. your condescension، یه صفت منفی دیگه، condescension. یعنی چی؟ the meaning is behavior that shows you think you are more important or more intelligent than other people. condescension به معنای خود بزرگ بینیه، رفتاری که نشون بده تو انگار باور داری که از دیگران بادانشتری، مهمتری، خود بزرگ بینی، از نگاه از بالا به پایین داری با آدم ها. مثلا he looked at me with condescension in his eyes، او به من نگاه کرد و من خیره شد با نگاه خود بزرگ بینی و تکبر و نگاه از بالا با پایینی که من تو چشاش میدیدم که به من داره. with condescension in his eyes، میتونی اینو تو چشاش ببینی. یا she did not like the visitor's tone of condescension، او اصلا و اصلا دوست نداشت لحن و تون صدای که همراه با خود بزرگ بینی بود از اون ویزیتور، اون کسی که اومده بود به عنوان ویزیتور و سر بزنه بهشون، با یه لحن و تون صدای خیلی خود بزرگ بین و از بالا به پایین باش صحبت میکرده و او اصلا این موضوع رو دوست نداشته. She did not like the visitor's tone of condescension. پس یکی دیگه از صفتهای منفی که از اون جعبه پاندورا در میاد، خود بزرگ بینی و condescension. بریم سراغ بعدی. provokes you and instead of just smiling and... توی جمله بعدی یه فعل خیلی باحال میگه، میگه someone provokes you. provoke یعنی چی؟ باید ببینیم با هم ببینیم. و تو ادامهش میگه and instead of smiling، و به جای لبخند زدن. بریم provoke رو ببینیم بعد بیام اینو کامل ترجمهش بکنیم.
provoke. It's a verb. The meaning is to cause a reaction, especially a negative one. دلیلی بشی برای یک ریاکشن، مخصوصا یک ریاکشن منفی. مثلا اگه بخوایم فارسی بگیم میتونیم بگیم تحریک کردن یک کسی یا چیز، یا برافروختن یک موضوعی، یا برافروخته کردن یک آتیشی مثلا توی کسی یا توی جمعی یا برای آدما. مثلا مثالش رو ببینیم واضح تر میشه. He was clearly trying to get at me but I refused to be provoked. میگه او داشت تماماً و به واضح به وضوح تمام تلاشش رو میکرد برای این که منو عصبانی بکنه. To get at me یعنی منو عصبانی بکنه، من بهش ریاکشن نشون بدم. But اما I refused to be provoked، من خودداری کردم و اجازه بهش ندادم که من رو منقلب بکنه یا منو تحریک بکنه. To be provoked که تحریک بشم توسط او، در مجهول میگه I refused to be provoked، من اجازه ندادم که من تحریک بشم یا برافروخته بشم یا بخوام عصبانی بشم. اون تمام تلاشش کرد ولی من اجازه ندادم. یا He was trying to provoke me into a fight، او داشت تلاش میکرد که منو تحریک بکنه برای یک مبارزه، که من باش توی مبارزه شرکت بکنم. He was trying to provoke me into a fight، برای یک مبارزه نبرد. پس توی جمله میگه someone provokes you، یک نفر تو رو تحریک میکنه و میخواد عصبانیت بکنه، میخواد ناراحتت بکنه. And instead of smiling، و به جای اینکه تو بهش بخندی و این اجازه رو بهش ندی، تو ادامه میگه moving on you zing them. And moving on، move on کردن از یک موضوع یعنی چی؟ Move on is a phrasal verb. The meaning is to accept that a situation has changed and be ready to deal with new experiences. به معنی اینه که بپذیری شرایط عوض شده و آماده باشی برای اینکه با اون شرایط جدید و تجربه جدید کنار بیای. رد شدن از یک موضوعی، فراموش کردن یک موضوعی، move on کردن از یک موضوع. مثال since he and his girlfriend broke up، از لحظه از موقعی که او و دوست دخترش از هم دیگه جدا شدن، break up کردن، he has been finding it difficult to move on، او براش خیلی سخت بوده که بتونه این موضوع رو فراموش بکنه و باهاش کنار بیاد، ازش move on بکنه. یا I am excited about the company's future، من خیلی هیجان زدم بابت آینده کمپانی. But it is time for me to move on، ولی زمانش برای من فرا رسیده که دیگه برم، فراموش کنم، عبور کنم از این کمپانی و دیگه انگار میخواد از این کمپانی بره، رد بشه از کنار همه اون خوبیهایی که در آینده قرار اتفاق بیفته. توی فیلم هم میگه و به جای اینکه تو لاین قبلیش گفت and instead of smiling، و به جای لبخند زدن وقتی یه نفر پرووکتون میکنه، and moving on، و اینکه عبور بکنید و بگذرید از اون قضیه، you zing them. حالا zing them به چه معناست؟ zing the meaning is a quality that makes something interesting or exciting، به معنای اینه که یک رفتار یا یک خصلتی یا یک صفتی که یک موضوعی رو جذاب و هیجان انگیز میکنه. مثلا توی کلمه فارسی اگر بخوایم بگیم میتونیم بهش بگیم گرمی بخشیدن، یه چیزی که گرمی میبخشه، انرژی میبخشه به یه چیزی. مثلا مثالش رو ببین We want to put more zing into our advertising، ما میخوایم که بتونیم گرمی، انرژی و روح بیشتری ببخشیم به تبلیغاتمون. Put more zing into our advertising. یا A bit of lemon juice will add zing to the sauce، میگه که یه ذره لیمو ترش میتونه یه خورده روح و گرمی و مزه بهتری ببخشه به سسمون. پس زینگ توی همچین هولوش معناییه. حالا اونجا چه معنایی داره؟ میگه وقتی یه نفر تو رو پرووک میکنه، instead of smiling، به جای اینکه بهش بخندی، مووان بکنی از اون قضیه و بگذری و فراموش بکنی، you zing them، تو بدتر به اون اتفاق هی بود میبخشی، هی سعی میکنی که خودتو توش دخیل بکنی، عصبانی تر میشی، به جای اینکه خنده کنی، بگذری، هی you zing them، هی تو خودت بدتر انگار آتیش میندازی تو اون قضیه. منظورش اینه از اینجا که از زینگ استفاده کرده. اوکی؟ بریم ببینیم تو ادامهش چی میگه. I'm sure you have no idea what I'm talking about.
I'm sure you have no idea what I'm talking about. میگم مطمئنم که تو یه چیده ای نداری که من دارم راجع به چی صحبت میکنم. اگه موافقه بریم یه بار دیگه از اول تا آخرش رو بشنویم و بعد بیایم برای خداحافظی. Do you ever feel you become the worst version of yourself? That a Pandora's box of all the secret, hateful parts, your arrogance, your spite, your condescension. Someone provokes you, and instead of just smiling and moving on, you zing them. I'm sure you have no idea what I'm talking about. دمت گرم که تا آخر ویدیو نگاه کردی. امیدوارم که لذت برده باشی. کلمه‌های خیلی باحالی داشتیم که اکثرا توی کلمه‌های قالب‌های صفات‌های منفی انسانی بود، ولی میتونم به دردمون بخورن دونستنشون. و یه تیکه خیلی باحال از یکی از فیلم‌های خوب تام هنگس رو با هم دیگه مرور کردیم. امیدوارم که لذت برده باشی. اگه ویدیو رو دوست داشتی حتما ویدیو رو لایک کن، کانال رو به خاطر حمایت از ما حتما سابسکرایب کن، زنگوله کنار دکمه سابسکرایب یاد نره بزنی که هر دفعه ویدیو گذاشتیم تو اولین نفری باشی که از این موضوع با خبر میشی. متشکرم ازت. اگه دوست داشتی کلاس خصوصی زبانیکا یا فری دیسکشن مون شرکت بکنی که توضیحاتش کامل توی کلیپ مخصوص به خودشو دادیم، حتما و حتما به راه ارتباطی این زیر پیام بده و باهاشون در ارتباط باش. یاد نره که زبانیکا میتونه بهترین جایی باشه برای اینکه بتونی زبان انگلیسی خودتو بهتر بکنی. متشکرم ازت. تا ویدیو بعدی، فعلا.